خوش اومدین به سری SMP فیکرفت. توی این سری امپراتوری های مختلف به همراه اعضای خودشون که هر کدوم قوانین و پوشش های مختلف خودشون رو داره با هم مشغول تجارت و پیمان های دوستی و یا حتی اعلام جنگ میشن. ولی دروغ که نگیم که همه اینا بر سر قدرت نیست. تماما امپراتوری ها بر سر قدرت با هم دست و پنجه نرم میکنن تا بتونن قدرت هایی که در حد تصور شما هم نمیتونه باشه رو به دست بیارن و باید دید کدوم امپراتوری برترین امپراتوری خواهد بود. در ضمن خوش اومدین به فصل اول دنیای بزرگ پیکرفت. سلام به دوستان خودم، خیلی خوش اومدین به پارت جدید سری پیکرفت، پارت 14. رفقا، چیزی که میخوام بهتون بگم مطمئنن توی مغزتون نمیگنجه. پارت قبلی رو کامل دیدین که ما رفتیم توی غار و آخیش رفتیم توی غار و امیر و معین میخواستیم بریم توی ندر و حالا بریم اون داستانا رو بگیریم، ولی همه چی به هم خورد و داستانی که پیش اومد این بود که پلیس اومد و ما رو گرفت و ما رفتیم توی پاسگاه و اتفاقی که افتاد این بود که ما تونستیم فرار کنیم و یه کودتایی توی شهر را بندازیم و تمام شهر کلن رفقا به خواب رفت، همه فرار کردن، همه پخش شدن و این اتفاقات پیش اومد و الان این لباسی که میبینین تنم و این ماجراهایی که پیش اومده به خاطر اینه که ما وارد دنیای جدیدی شدیم که بهش میگن SMP و حالا میریم که داشته باشیم کیلر های صدام نمیاد فکر کنم براش. و کلن این SMP رو من یک توضیح بهتون میدم. اگه همون اوایل ما شروع به SMP نکردیم، چون رفقا من میترسیدم که نتونیم و نشه که ما بخوایم SMP کنیم و دیدم که همه چیز اوکی و عالی و هیچ مشکلی نیست و گفتم که حالا وقتشه که لیول آپ بشیم و بریم سراغ SMP و SMP رو شروع کنیم. خب زمانی که SMP میشیم باید بتونیم با لول خارجی رقابت کنیم، یعنی ویدیوهای خارجی. ببخشید شما مگه چیتون از خارجی یا کمتره که نتونیم یه کانتنت در اون حد بهتون نشون بدیم؟ به همین دلیل اومدیم صدا رو اوکی کردیم، یعنی دیگه نمیخواد بریم دیسکورد این داستانا. من از اینجا یه لحظه کیلر رو پیدا کنم. فقط کیلر صدا تو با بچه ها چیز کن بگو. اینم کیلر رفقا و اینجوری دیگه صحبت میکنیم توی سری کیلر پشت سرت خودمون. ایکس پیش مال منه. توی این پارت میخوایم بریم و یه سری انچنت ها و یه سری فارمایی رو برای خودمون اوکی کنیم که داشته باشیم. چرا که اگه پارت قبلی رو دیده باشین متوجه میشین که خونمون کامل خراب شد و داغان شد. پس این پارتو از دست ندین که یه سری افرادم بهمون قطعا میپیوندن تا توی این مسیر کمکمون کنن، که البته اونا از امپراتوری خودم هستن و میریم که ببینیمشون. برو سراغ کار کیلر، برو منم غذا رو آماده میکنم که اوکی کنیم. دلم از نرگس بیمار. خب رفقا این گوسپند رو باید ما بکشیم چون که نیاز به غذاش داریم، ولی ویت نداریم که بخوایم بیشترشون کنیم. داریم نزدیک به کشتی شخصی خودمون میشیم. رفقا این کشتی مطمئنن نظرتون همینه که خیلی داغونه، منتها این کشتی در مرحله ساخته و زمانی که ساخته بشه دیگه کشتی اصلیه که باهاش بتونیم بر دریا حکمرانی کنیم این کشتی خواهد بود. پس واو. آره اینو دادم به یه چند نفر از قبایل دیگه برا من بسازه و به محض اینکه بسازه دیگه من اینو نشونتون میدم و شما میتونین ببینینش. یه کمی از این زامبیا بکشم من تا بتونم XP لازمو به دست بیارم. بیا اینجا. آره من کیم جونگ اونگ میخوام تو رو. آخ عالی شد. و رفقا دارم من اینو میکشم یه سری نکاتی هم بهتون بگم که ما دیگه تک نیستیم و رفقا کاری که میکنیم برای خودمونه. شما تا اینجای ویدیوها رو که دیدید همش یا یه چیزی رو رقم میزد، یه پیشرفتی رو رقم میزد که مال خودمون نبود و برای کسایی بود که توی سرور بودن و کلا توی جامعه پیکرفت بودن. اما الان برای اون افراد و خودمونه، یعنی برای یه قشریشونه اونایی که توی امپراتوری مونن و خودمون.
کیلر جان اولین قدم وایسا اینجا، اولین قدم اینه که کیلر هیچ وقت کینگدوم آف پیکو دست کم نگیری. کیلر هیچ وقت. عالی، حالا بیا بریم سراغ کار. این کشتی ولی تا میتونی دست کم بگیر، افتضاح ترین کشتیه که تونستن بچه ها بسازن برای ما. آره بیا پایین، توپ ها رو بهم بده. آها چرا اینجوری میندازی؟ مگه استخون میندازی برام؟ لعنتی. آها بله، کیلر واقعا کار درسته. کیلر کیلر این چجوری؟ کیلر نگود اینو تو گذاشتی. وای کریم، برو بالا، برو بالا. کیلر دقت کن، کیلر این تسته، نباید رد بشی از تست من. کیلر حالا که نمیخونی میخوام یکم جریمت کنم، چون 5 دقیقه داخل این مسیر برای من نخوندی. الان باید این چیزی که مربوط به الان رفتنمون باشه باید بخونی. اگه خوندی به بچه ها میگم که کامنت مثبت بذارن تا تو اکسپت بشی. بخون ببینم. کیلر انقدر صدات خوب بود اندرمنه اصلا. آها نگاه کن دیوونه شده. خب رفقا، من و کیلر داریم میریم به سراغ این که حالا بریم مندینگا رو بگیریم از ویلیجرا. و البته یه باختی که دادیم این بود که شب بود و ما نور نذاشته بودیم و ما بسپاون شد و دو تا از ویلیجرامون مرد که یکیشون همون فلچینگ تیبلی بود، فلچینگ ویلیجری بود که داشت حالا کمکمون میکرد که بتونیم امرالد بگیریم. اما مشکلی نیست و ما دوباره داریم درست میکنیم، ولی این بار 4-5 تا ویلیجر فلچینگ و بی نظیر خواهد شد، یعنی خیلی امرالد میتونیم به دست بیاریم. کیلر برو که بریم، امو روحی برو که بریم، برو که بریم. اوپ اینجا کجا؟ اینجا محلیه که من پارت سوم ویدیوم کیلر شروع به بساتی از ویلیجرها کردم. سلام، مندینگ میخوام. اونو که قطعا میبینن خود بچه ها قطعا. اینم مندینگ. روتون ور کن کیلر، روتون ور کن ببینیم چه اتفاق. ندارم دیگه. دارم چرا، خودت بهم دادی. وایسا این شعبه این ورمون هم بیشتر کنیم. گی کرده کلت، گی کرده بیارش پایین، ولش کن بیا این بر. بیا اینجا من چیز بهش بدم ببینم. مرغ سیاه ناله. روتون ور کن کیلر پلیز. این نونه این چیزیه برش دارم. بگیر لطفاً، دوتاتون نمیشید. کیلر روتون ور کن. شاید شد. آره خواست بشه. نه نمیشه. پس وایسا دوباره اوکی کنم. واقعا اگه اوکی نشه باید بکشیمشون کیلر. خیلی دارم نون خرج میکنم. بگیرید بگیرید دیگه، الان وقتشه. کیلر روتون ور کن. یه کیلر عالیه. نه من اونوری دارم اینوری میبینم یه چیز سمی. خب 3 تا 4 تا بد دارن، 5 تا بد دارن و 3 نفرن. الان شدن 4 نفر، یه نفر دیگه میشه. بچه رو بگیر، بچه رو بگیر. رفت بچه. وای رفت کیلر، بچه رو بگیر. بچه برو پایین، برو پایین. نه برو مامانت منتظرته. کیلر اینو چجوری بیاریم؟ بوت کیلر یه قایق میخوام ازت پلیز. خودش داره میره. امو کیلره، امو کیلره که باعث شد. رفت کیلر، ممنونتم. ولش کن بیا اینجا، بیا اینجا. برو. عالیه. بچه رفت. چجوری رفت؟ بریم مندینگو بندازیم روی این خبری که من دارم. ببین کیلر، ما پس از اون حادثه که دیدیم الان 3 تا از اینا داریم، 4 تا آدم داریم و 2 تا جوون. بعد این جوونای توی قبیله خودمون جذب کنیم. این درس اولیه که بهت میدم. الان این 2 تا بزرگ شدن بعد چی بشن؟ بی نظیری کیلر، عالیه. باید اینا فلچینگ تیبل بشن. آره دقیقاً.
و اینا شدن، کیلر رو آنچنان رونق اقتصادی برای ما ایجاد میشه که الان به جای یه دونه مندینگ میتونیم 10 تا مندینگ بخریم. پس باید روشون حساب کنیم. بله کیلر، داستان این گونه است. خب ما مشغول کشت و کار شدیم چون که خیلی داره فلشینگ تیبلامون زیاد میشه و مجبوریم که خیلی هم استیک داشته باشیم. پس اومدیم و با این بون میل و این داستانایی که داریم همه چی رو اوکی کنیم برای خودمون. کیلر وضعیت چطوری است؟ یه گزارش وضعیتی بده ببینم تا چقدر دیگه ما میتونیم پروتکشن رو برای همه آرمورامون بگیریم. به احتمال زیاد تا چند دقیقه دیگه بگیریم. دست خوش کیلر، عالیه عمو روحی. بچه ها توی یه شب بارونی اون ویلیجری که کیلر نیاز داشت و یعنی هممون نیاز داشتیم و گرفتیم و الان باید ببینیم چی میده این ویلیجر. منتظر افیشنسی هستیم. من چقدر استیک دارم، انقدر که کار کردیم دیگه واقعا سر به سامان و ساسان و این داستان ها کشیدیم. آره نگاه کن. با من داری؟ آها با اون بر. اوکی و همین جوری من دارم هی میگیرم. در انتظار افیشنسی هستیم. آره آره رفقا، تونستیم که افیشنسی 2 رو بالاخره بگیریم و الان تا جایی که میتوانیم بگیگیریم میگیگیگیریم. ببخشید. بله یه کیلر اینو باز کن تا من اوکی کنم، چون مثل این که امشب به قول خودت میپره. 3 تا گرفتم رفقا، افیشنسی 3 رو گرفتیم برای پیکاکسم و حالا بریم تستش کنیم ببینیم چه مجوری است. بزن بریم. حس میکنم یه چیز خیلی پاورفول دستم الان. چقدر درخت کاشتیم برای این استیکا که بخوایم حالا باشون امرالد بگیریم و خیلی هم گرفتیم. هنوز یه استک داریم. الان تنها چیزی که میمونه فقط همین افیشنسی هاست که بیفته روی تبر و بعد داشت من میرم سراغ کیلر، چون این همه کمکم کرد حقشه که خودش هم داشته باشه و میرم براش فیکسش کنم. منتها توی ویدیو شما اینو نمیبینید چون خیلی طولانی میشه ویدیو. دمتونم گرم. پارت های بعدی میریم سراغ این که یه سری جلسات و این داستانای قبایل رو بذاریم که اصلا هیچ اسپویلی ازش نمی کنم، اما در همین حد بدونید که یه داستانی همون داستان خودمون رو ادامه میدیم. فقط توی این سری خواستم بهتون بگم که SMP هستیم و دیگه تغییر کرده داستان. هدفم این بود و یه کمی هم حالا یه پیشرفتی هم کنیم. فعلا خدافظی باهاتون نمی کنم تا من این افیشنسی رو بندازم روش. باورم نمیشه میخوام افیشنسی 3 بندازم روی این تبر زیبا. این افیشنسی 2، اینم افیشنسی. آها لول داری کیلر؟ بیا میدونستم همچین چیزی بالاخره توی ویدیو پیش میاد. مرسی کیلر. افیشنسی 3 شو باید ببینیم ما. ببخشت رفقا، دمتون گرم که توی ویدیو بودید. دم کیلر گرم که کمکمون کرد و از امروز از سایتی که براتون توی دیسکریپشن میذارم میتونیم کلن مشخصات تک تک امپراتوری ها این داستان ها رو ببینیم که کیلر رو جدید عضو خواهیم کرد توی اون سایت pickcraftsmp.fandom. ببینید توی دیسکریپشن دیگه. دمتونم گرم. پارت بعدی پارت بمبی خواهد بود. این پارت فقط یه هشدار به خودتون بود. سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه. تا پارت بعدی پاور انرژی میبینم. تو پارت چند میشه؟ پارت 15 میبینمتون. خداحافظ.